عرض سلام شما بیننده هر ساعت خبر از تلویزیون یک هستین. در یک هفته گذشته 20 راکت از خاک پاکستان به مناطق مختلف ولایت کنر شلیک شده است. سخنگوی والی کنر به تلویزیون یک گفت که در این حملات 3 فرد ملکی کشته و 3 جنگل حریق شدند. از سوی دیگر رئیس شورای ولایتی کنر به حکومت هشدار می‌دهد که در صورت عدم توجه به این موضوع مردم در برابر ارگ ریاست جمهوری دست به تظاهرات و تحصن خواهند زد. به اساس معلومات یک پلیس سرحدی که نخواست از اون نام گرفته شود، از 15 ماه عمل تا اکنون بیش از 300 راکت از خاک پاکستان به ولسوالی های دانگام، کنر خاص، ناری و مروری این ولایت پرتاب شدند که در نتیجه 8 غیر نظامی کشته و 8 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. او همچنان میگوید این حملات تا شب گذشته نیز ادامه داشته است. 33 طالب مسلح در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان در کشور کشته، 6 تن زخمی و 9 تن دیگرشان بازداشت شدند. وزارت داخله با بخش خبرنامه‌ای میگوید این عملیات در 24 ساعت گذشته در مربوطات ولایت‌های کابل، لغمان، پروان، هلمند، اروزگان و فرا انجام شده است. بر بنیاد خبرنامه در این عملیات شماره جنگ افزار و 4 اراده موتورسایکل نیز به دست نیروهای پلیس افتاده است. رئیس جمهور فرانسه میگوید که حمله انتحاری روز گذشته هیچ تأثیر در برنامه خروج نیروها از افغانستان ندارد. فرانسوا اولاند گفته است که این حمله سبب تأجیل و یا هم تأخیر برنامه خروج نیروهای فرانسوی از افغانستان نخواهد شد. بر بنیاد اظهارات رئیس جمهور فرانسه، خروج نیروهای فرانسوی از افغانستان از ماه جولای سال روان میلادی آغاز و تا ختم سال 2012 تکمیل می شود. در نتیجه یک حمله انتحاری روز گذشته 4 سرباز فرانسوی در ولایت کاپیسا کشته و 5 سرباز دیگر این نیروها زخمی شدند. در این حال قرار است وزیر دفاع فرانسه امروز وارد افغانستان شود و با نیروهای خود از نزدیک دیدن کند. فرانسه در افغانستان 3500 سرباز دارد که در ولایت کاپیسا و ولسوالی سروبی ولایت کابل مستقر هستند. در عملیات مشترک نیروهای افغان خارجی در ولایت ننگرهار 6 مخالف مسلح دولت کشته شدند. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار به تلویزیون یک میگوید این عملیات نیمه شب گذشته در ساحه 14 ولسوالی بتیکوت این ولایت راه اندازی شده بود. سخنگوی والی ننگرهار هدف این عملیات رو پاکسازی ساحه 14 ولسوالی بتیکوت از وجود مخالفان مسلح دولت خوانده است. نظامیان 5 کشور عضو سازمان همکاری های شانگهای تمرینات مشترک آموزش های ضد دهشت افغانی را در شهر خوجند تاجیکستان آغاز کردند. در این رزمایش مشترک تحت عنوان مأموریت صلح 2012 آغاز شده، 2000 نظامی از کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرغزستان و تاجیکستان حضور دارند. هدف از این تمرینات آموزش مشترک و بهبود همکاری میان نظامیان کشورهای عضو سازمان شانگهای برای مقابله با دهشت افغانی، جدایی طلبی و افرادگری در کنار حفظ صلح و ثبات منطقه خوانده شده است. این نهمین تمرین آموزشی مشترک نیروهای نظامی کشورهای عضو سازمان شانگهای از زمان ایجاد این سازمان است که قرار است تا روز پنجشنبه هفته روان ادامه یابد. و شورای ملی سوریه عبدالباسط سیدا را به عنوان رهبر جدید این شورا انتخاب کرد. سیدا یک فعال کرد است که روز شنبه در ترکیه به عنوان رهبر این گروه انتخاب شد. از زمان تشکیل شورای ملی سوریه در سپتامبر سال گذشته میلادی، برهان قلیون ریاست آن را بر عهده داشت، اما او چند روز پیش از سمت خود استعفا کرد. این شورا متشکل از گروه های اصلی مخالف بشار اسد رئیس جمهور این کشور می باشند. از همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاسگزار هستم. موفق و کامگار باشید.